خوش اومدی بتی. به به بیتون خوشحال شدم. بارون تمام جونم رو گرفته، نگاه کن بارون نیست که، انگار تمام دق و دلیش رو میخواد از من بگیره. ولی از اینجا همچین چیزی به نظر نمیرسه. این درخت ها خیلی وقت همچین بارونی به خودشون ننه. به نظر من خیلی خوبه. آره برای تو خیلی خوبه که هیچ وقت پاتو از محل کارت یا خونه اصلا بیرون نمیذاری، ولی برای من که روزی 10 دفعه از این ور شهر میرم اون ور شهر، هزار تا مترو و اتوبوس و تاکسی عوض میکنم، اصلا چیز جذاب و خوبی نیست. میخوری؟ چی؟ قهوه میخوری بتیک؟ خب معلومه که من قهوه میخورم دیگه. برو بشین. فکرشم نمیکردم که اینجا پیدا بشه. دست نزن. ای چرا قطع کردی؟ اون آهنگو دوست نداری؟ نه من برای چی باید اینو دوست داشته باشم؟ من از اون آدم هایی نیستم که با خاطرات تیکه پاره اجدادشون سر کیف میان. زندگی من مال الانه، زندگی بوق و کثافت و شلوغی و آدم هایی که حوصله‌شون سر رفته. برای چی من باید دلمو به این ویترین رنگ رو رفته و پوسیده تو خوش کنم؟ من باید فقط حواسمو جمع کنم که صبح خیلی زود از خواب بلند شم که به متروی ساعت 7 صبح برسم. بعدش هم سریع برسم شرکتم. وقتی هم که میرسم تو شرکت، به جای اینکه بشینم حرف بزنم و ور ور کنم، باید حواسمو جمع کنم و فقط کارمو انجام بدم. بعدم وقتی موقع نهار میشه، من باید غذامو خیلی سریع و تون بخورم تمام بشه بره. چرا؟ چون اون وقت ممکنه بازرس بخش بیاد منو توی راهرو توی ساعت اداری با یه ساندویچ توی دستم ببینه. بعدم وقتی برای سرکشی شهری میرم، حواسمو جمع کنم که یه وقت حواس نکنم برم توی کافه بشینم. بعدم وقتی دارم برمیگردم میرم خونه، سر راه یه چیزی برای خودم بخرم و همونجا کوف کنم تمام بشه بره. چرا؟ چون من اصلا وقت اضافه ندارم که برم تو خونه بشینم پخت و پز کنم. وقتی هم که میرم حموم، باید حواسمو جمع کنم که آب زیادی مصرف نکنم، سری تمامش کنم بیام بیرون. چرا؟ چون آب خونه ما سری سرد میشه. سرد میشه و بعد صابخونه من و همسرش نمیتونن ظرفاشون رو بشورن. دستاشون یخ میزنه. بعدم موقع خواب باید حواسمو جمع کنم که حتما ساعت موبایلمو کوک کنم، صبح زنگ بزنه برای اینکه خواب نمونم. خواب نمونم بلند شم و تمام این مزخرفاتو دوباره از اول تا آخر تکرار کنم. تو خونتو عوض کردی؟ خونتو عوض کردی؟ دختر خاله نازنینت منو با اردنگی از خونه انداخته بیرون. میخندی؟ به حال اینا نمیاد اینقدر خشن باشه. آره خب معلومه، برای اینکه اون روش خاص خودش داره. مثلا هیچ وقت بهت نمیگه که از اینجا گم شو برو بیرون یا سرت داد بزنه، ولی در عوض باید یه کاری میکنه که تا این دومتو برداری بذاری رو کولت، فلنگو ببندی و بری. شما همیشه زوج خوشبختی بودی. آره اینو دیگه تو نباید بگی. خیلی خب حالا بگذاریم، مارگاریت چی میشه؟ مارگاریت چی میشه؟ مارگاریت هم به مادرش رفته دیگه، پیش اون زندگی میکنه. همه دخترها همینجوری هستن. نیم وجبی 3 سالشه، ولی با من یه طوری صحبت میکنه که تو مثلا فکر میکنی الان 100 سالشه. بیچاره داماد آینده من. از همین الان دلم به حالش میسوزه. بیچاره اون مردی که میخواد شوهر این بشه. تو چی؟ من چی؟ زن و بچه تو چی دیگه؟ آها. خب. فرستادمشون کانادا. چند وقته؟ 2 هفته قبل از مرگ دایی جرزی عزیز. یعنی شما هم چی؟ میگم شما هم؟ نه 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 نه، زن من معتقده بچه ها خارج بهتر میتونن درس بخونن، برای من هم کار بیشتر هست. خب بچه رو تا الان تو نرفتی؟ من یه کار کوچولو دارم. دستت از روش بردار. بردار دکمه رو بزن. آفرین، یه هفته دیگه با اولین پرواز میرم. خب منو برای چی آوردی اینجا؟ آها، واسه همون کار کوچیک دیگه. یه تیک خاصی رو این جمله دادی ها. اصلا ولش کن، نظرت راجع به اینجا چیه؟ کجا؟ این خونه. تو چیکار به نظر من راجع به این خونه داری؟ این همه راه من آوردی اینجا که راجع به این خونه مزخرفت نظر بدم بهت؟ ایوه تیک، تو مهندس معماری. من مهندس معمار بودم، الان فقط یه کارشناس شهریم. ولی یادم اون موقع یه فکرهایی تو کلت بود، حفاظت از شهر، از آثار ملی، شهر قدیمی. یادت گفتی میخوایی نگهش داری. آره اون موقع من جوون بودم،
چه میدونستم اصلا؟ من کجا میدونستم که زندگی قراره همچین بلایی سر من بیاره؟ برحال اگه الان من آوردی اینجا که راجع به این مزخرفات تو حرف بزنم و گوش کنم میخوام. بیا الان حتما دوباره یه نفر رفته جاسوسیه جاسوسی منو کرده واسه رئیس شرکت. الو الو آها توی ببین من الان جایی اومدم، خب فقط به رئیس نگو که من رفتم بیرون، تا چند دقیقه دیگه خودم میرسونم اونجا. آره کجا میری؟ میرم شرکت. مگه من مثل تو بیکار و علافم؟ پای تلفن بهم گفتی مرخصی میگیری میای. آره گفتم، ولی فکر میکردم که کار مهم میداری ولی ظاهرا نداری. من در ما فقط 3 روز مرخصی دارم، نمیتونم که یه روزشو بزنم فقط مزخرفات احمقانه تو و خاطرات پوسیده تو رو گوش کنم. فهمیدی؟ این دیگه کیه؟ این چه مسخره بازیه در بردی؟ تو اینجا چی کار میکنی خونه دایی من؟ من دارم گورم رو گم میکنم از خونه دایی دارم بیرون. این چه مسخره بازی در آوردی؟ همین الان برات توضیح میدم. اصلا دیگه برای چی توضیح میدی؟ من اصلا توضیح از شما نمیخوام. مگه من اینجا مترسک شما هم که من آوردین اینجا؟ آقا چه اینجوری داد میزنی؟ من دلم میخواد داد بزنم. اگرم دلم میخواد داد نمیدم. نگاه ریختشو نگاه کن، مثل شبیه موش آب کشیده شده. بهتره به جای اینکه واسه اینجا من دستور بدی بری اون پشت مشتا واسه قشنگ ریخت و قیافت و لباسات رو عوض کنی. فکرشو بکن داشتم تو خیابون میومدم یهو یه بارون گرفت شور شد. بعد منم گفتم خب قدم زدم پیاده با تو معلومه. بیا برو کنار. کنارم. میدونم کناری. برو کنار، میخوام برم بیرون. در اینجا. من خودم میدونم که در اینجاست. برو کنار، لابد میخوام وسایلمو برم بردارم. خب خیلی خوب. چرا حرف میزنید با هم دیگه؟ یه دقیقه آروم باشین، به حرفای من گوش بدین. همین. برید بشینید. زودتر میگفتی. آخه دختر دایی، دایی جرزی به من گفته بود یک ماه بعد از مرگش شما رو دعوت کنم بیاید برای خوندن وصیت نامه. خب دیگه زنها همشون همیشه عجولن. اصلا اون پیرمرد بیچاره مگه غیر از این خونه فکستانی چیز دیگه ای داره بخواد بین ما تقسیم کنه؟ اصلا من مطمئنم که من امروز علکی بلند شدم وقتمو گذاشتم اومدم اینجا، وگرنه اون چرا بخواد بیاد داراییشو به من ببخشه؟ تازه اون اگه میدونست که ما از هم جدا شدیم که اصلا دیگه هیچ وقت مزاحم من نمیشد که من بخوام بلشم امروز بیام وسط این معرکه. به هر حال من موظف بودم از شما. خب به نظر من چیزی که هستش بله بخوام که بیایید اینجا با هم دیگه صحبت کنیم. یه نکته دیگه بهتون بگم، این که این خونه جزء میراث ملی محسوب میشه. اگه صاحب خونه بخواد که اینجا زندگی نکنه، دولت اونو به قیمت خیلی خوبی ازش میخره. نه 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 نه، من هرگز ارثیه دای جرزی رو به کسی نمیبخشم. نه 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 نه. خانم احساساتیمون اصلا معلوم نیست که اینجا رو بخواد به تو داده باشه یا نه. بنابراین بهتره که این آبگوره ها آبگوره‌هاتو نگه داری واسه بعدا هدر ندی. نکنه واقعا فکر کردی خواهرزاده عزیزش رو به تو فروخته، همه ارث و میراثش رو به تو بخشیده؟ کور خوندی آقا. تازه‌شم بهتون بگم، اگه دای جرزی حتی یه پاپاسی هم به من نبخشیده باشه، من بازم با تمام وجود دوستش دارم. آقا اصلا تو چه میفهمی از این چیزا؟ نه تو میفهمی هم. تو معلومه که من میفهمم دیگه. نه تو میفهمی؟ تو اصلا چی میفهمی از این آجرهایی که رو هم دیگه گذاشتن تا این خونه رفته بالا؟ تو میدونی فقط چی میفهمی؟ چی؟ الان بهت میگم، زرق و برق گالریا و پولایی که هر روز داره بین این کلکسیونرها همینجوری کلون کلون رد و بدل میشه. میدونی عاشق چی هستی؟ عاشق ماشینای مدل بالا هستی، ماشینای گرون قیمت، عاشق مهمونیای هنری هستی، عاشق نمیدونم چی. منو نگاه کن وقتی حرف میزنم. دارم نگاه میکنم. آره یه روز زندگی اونا بزرگترین آرزوی زندگی توه. من نگاه کن، با من اینطوری حرف نزن. ببین من با تو هر جوری که دلم بخواد حرف میزنم، اصلا من نگاهت نمی کنم و باهات حرف میزنم. خوب شد تو فقط منشیه یه گالری احمقانه ته شهر هستی. بنابراین برای من اصلا ادای آدمای با کلاس پولدار رو هیچ وقت در نمیاد. میشه اینقدر بحث نکنید؟ با هم صحبت نکنید، تمامش کنید؟ نه اصلا نمیشه ما بحثمون رو تمام کنیم. ببین من از تو حالم واقعا به هم میخوره و از کل خانوادهتون حالم واقعا داره به هم میخوره. دیگه یه دقیقه هم نمیتونم اینجا بمونم. نمیخواین نامه دای جرزی رو بخونید؟ من اصلا دیگه یه دقیقه هم اینجا نمیمونم، میرم. نامه اختصاصی برای تو بتیک. چرت و پرت نگو به من بابا. خودت بیا ببین. ببین الان مثلا میخوای به هر بهونه‌ای که شده منو آروم کنی؟ بیا خودت ببین. بلش کن بخون. ویتیک عزیز، دست خط خودشم هست معلومه. بارو بشین. من همینجا که وایسادم راحتم. خیلی خوب، هر جور میلته. دایی جرزی دو تا نامه نوشته، یکی برای تو یکی برای تو. شما موظف هستین این نامه ها رو بخونید.
چه کاریه؟ نمیتونست مثل بچه آدم یه وصیت‌نامه بنویسه ما بشینیم بخونیم دیگه؟ اون وقت به من میگه عجو. نه خمارو کنار. چی گفتی الان؟ من هیچی نگفتم. چرا من شنیدم دیگه الان من گفتش عجو. من خودم شنیدم الان نگفتی عجو. خب کافیه، اینقدر با هم دیگه بحث نکنید. وقتی که این نامه ها رو بخونید متوجه میشید وصیت‌نامه کجاست. ببینید مأموریت من این بوده که این نامه ها رو بدم بهتون بخونید. دقت میکنید؟ دایی جرزی از من خواسته اینا رو بدم به شما. از من خواسته. من اجازه نداشتم این پاکت نامه ها رو باز کنم بخونم. پس اینقدر شلوغ نکنید. عجیبه. فکر میکردم نزدیکترین فرد خانواده به اون منم. تا آخرین روز زندگیش هیچی به نگفتی. هیچی. خب تو هم بهش نگفتی دیگه. چیو؟ میگه چیو؟ این که ما از هم جدا شدیم. خب ما که هنوز به طور رسمی از هم طلاق نگرفتیم. در ضمن فقط کافی بود من و تو رو بدون هم ببینه. خب قطعا خودش میفهمید. اشکال نداره دیگه. حالا نکنه تو واقعا توقع داشتی من اون پیرمرد بدبخت ذلیل رو دستی دستی به کشتن بدم. خب اون پیرمرده بالاخره یه روزی میافتاد میمرد میرفت دیگه. فتیک ببخشید. خب 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 بدش دیگه. برو بشین. بدش. بشین آقا. بشین. نمیخوام. خیلی خب. از این لحظه مأموریت من اینه که با شما باشم تا پیدا کردن وصیت نامه. بفرمایید نامه هاتون. ممنون. این مال توه بتیک. جرزی واقعا با خودش چی فکر کرده؟ مگه ما بچه ایم همه این خونه رو بگردیم انگاری گنج خواهیم کرده. خب خانوادگی دیوونه اید دیگه. تو حرف بزن. خیلی خب دختر خاله میخواییم براتون یه لیوان آب بیارم؟ آره بیا. بله خنک بیارم؟ خنک. بله تیک خنگه نگاه چقدر مو داشته. مارک آنتونی چه گناهی من کردم که اینجوری داری عذابم میدی ها؟
همین زن برای تمام زندگی من بس بود دیگه. دیگه این دستگل جدید خوب اینا نگاه کن، نگاه کن دیگه این دستگل جدیدی که دادی واسه چی بود؟ میبینی؟ از من خواسته که مثل یه موش کور مزخرف برم تمام کف این خونه رو بگردم بلکه به گنج برسم. نمیخوام خواستم اصلا منو چه به این کارا؟ من باید برم شرکتم بشینم کارم بکنم. نمیخوام. گرفتاری شدیم امروزا. آره ولی به هر حال لازمه. خب خب چه خبر؟ از کجا؟ از همین وصیت‌نامه. سرنخ پیدا کردین؟ اون که سرنخی هست که من بخوام پیداش کنم؟ اصلا من نمیدونم دیگه کدوم آدمی تو این دور زمونه پیدا میشه که اصلا بیاد از این کارا بکنه که خب میتونم یه دقیقه از اون استفاده کنم؟ آره حتما اشکال نداره. من خب اونو خیلی دوست دارم. یعنی میدونی کارم یه جوریه که باید متیک اون دکمشو بزنه. میدونی من کارم اینجوریه، باید هر روز مزایده های شهری رو بشینم چک کنم. یعنی یه جوری معتاد این کارم دیگه. دوست دارم که خبرها رو بفهمم و کارم رو درست پیش ببرم. مشکل شما دوتا چیه؟ کی؟ مشکلتون؟ مشکل ما؟ هیچی. ببین نمیخوام فضولی کرده باشم ولی از روی کنجکاوی دارم میگم. متیک من همیشه فکر میکردم شما دوتا بهترین و باحالترین زوج خوشبخت دنیا هستیم. ببین دونستن بعضی چیزها هست که اصلا کار راحتی نیست. خب فقط ذهنتو درگیر میکنه. حالا اینا زن مزخرفیه. منم با زنای مزخرف اصلا نمیتونم تحملش کنم که بخوام باهاش زندگی کنم. بنابراین خیلی طبیعیه دیگه، میریم از هم دیگه جدا میشیم. وقتی ازدواج کردین من اینجا نبودم. آره میدونم کجا بودی. تو پاریس. دو سال اونجا بودی و داشتی درس میخوندی، درسته؟ چقدر خوب یادته. معلومه که یادمه. حالا اینا اینقدر از تو متنفره که تمام جزئیات زندگی مزخرفتو برای من بارها بارها تعریف کرده. ببین ناراحت نشه، زنا اینجوریان دیگه. وقتی از یکی متنفر باشن بیشتر ازش حرف میزنن. هیچ وقت فکر نمیکردم حالینا اینقدر از من متنفر باشه. خب میدونی بچیک ما وقتی کوچولو بودیم بهترین همبازی هم دیگه بودیم. آره میدونم. اون از دوران بچگیتون خیلی برای من تعریف کرده. مثلا بهم گفته که چجوری دم گربهشو آتیش زدی، گربه بیچاره میو 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 تو باغ که میرفت دمش سوخت تا ته تموم شد. یا مثلا وقتی که میخوابیده میرفتی بالا سرش پیاز رنده میکردی که اون گریه کنه. یا بهترین وسایل آشپزخونه خاله بازیشو ریختی تو چای توالت. یا تو شرط بندی جلوی رفیقات برای اینکه کم نیاری توف کردی رو بهترین پیرنه تابستونیش. ببین اینقدر این خاطراتو برای من تعریف کرده دیگه همشو حفظم. اصلا زنا همشون همینجوری هستن. هیچ وقت هیچ چیزی از یادشون نمیره. همیشه همه چیز تو یادشون هست. بیا میرم به تحقیقاتم ادامه بدم. من مزاحم تماره؟ نه اصلا. اونا را کجا گیر آوردی؟ از اتاق خواب دایی جرزی. یه عالمه عکسای قدیمی و جالب تو این آلبوم هست. ببینم از دوران بچگی منم تو اینا چیزی پیدا میشه؟ آره خب معلومه. یه عکس دیدم توی باغ وایسادی دست و صورت هم گلی، عین بچهای تخس کثیف پررو زل زدی به لنز دوربین. یادم اومد توی باغ بابروسکی بودی. آره آره
یادش بخیر. حالینا اگه یک کسی پشت سر تو فکرای بد بکنه راجب تو، منظورم ببینه مثلا یه نفر بیاد بهت بگه که یک نفر دیگه از تو متنفره، خاطرهای خیلی بدی از تو داره و از دستت ناراحته، حتی اون آدم هم نخواسته باشه. ببین منظورم اینه که آره میفهمم منظورتو، یعنی پشت سرت کسی بد بگه حرف بزنن، آره حس بدیه واقعا، آدم حرسش در میاد. آخه منم دوره بچگی دقیقا منم همینو منظورم، یعنی زمان دوران بچگی، آره منم تو دوره بچگی تو مدرسه همه پشت سرم حرف میزدن، قد مسخرم میکردن، هی دستم مینداختن. آخه عینکی بودم یادته که؟ آره بابا یه عینک گنده کاوچوی میزدم. آره عینکت کو؟ نه دیگه، خب عمل کردم الان سالهاست. چقدر به خاطر عینکی بودنم مسخرم کردن، البته اصلا برام مهم نیست چون بهتی که اصلا اولین بار عاشق عینکم شد. عینک تو؟ ببین رفته بودم پشت یه مغازه لوازم خونگی وایستاده بودم، بعد دیدم یکی داره زل منو نگاه میکنه. آخه میدونی چیه؟ من کلن لوازم خونگی خیلی دوست دارم، یعنی برای لوازم خونگی حرص میزنم، یه جوری شیفته و عاشق لوازم خونگیم، یعنی دوست دارم ماهی یه بار کل اسباب اساسی هم رو عوض کنم. فکرشو بکن، مثلا یه هفته تو قابلمه قرمز غذا درست کنی، یه هفته تو قابلمه صورتی، یه هفته قهوه‌ای سبز بنفش آبی، بعدش هم همه اون قابلمه ها با مثلا تمام اسباب اساسی زندگیت ست باشه، با روی مبلت، تشک تخت، کلن همه چی دیگه. یه جور عاشقانه دوست دارم لوازم خونگی. اون آدمه که تو مغازه بود کی؟ گفتی تو مغازه بود داشت ظلم زد. آها ویتیک. ویتیک؟ دوره دانشویش هم اونجا. راستی اصلا چه ربطی داشت قابلمه از کجا اومد؟ ویتیک قابلم چی میگفتم؟ نمیدونم، یه ربطی به عینک داشتی تعریف میکردی. آها راست میگی، داشتم میگفتم عینک. خب آره بعد رفتم تو مغازش که خرید کنم، اونم به یه هوایی که میخواست قابلمه ها رو به من بفروشه اومد با من به صحبت کردن. حالا فکر میکنی اولین حرفی که به من زد چی بود؟ نمیدونم. آها فکر میکنم پرسید که چند سالته. اینجوری خیلی بهتره. نه اون هیچ وقت اینقدر وقیح نیست. آه فهمیدم، حتما راجع به اون قابلمه‌های رنگ و رنگ برای تو توضیح داد. نه نگاه کرد تو چشام بهم گفت خانم چقدر شما قشنگ عینکتون. میدونی من همیشه فکر میکردم شما دو تا زوج خوشبختی هستیم. خب الان هم که هنوز جدا نشدیم به تو رسمی. الو الو صدا منو داری؟ الان داری صدامو؟ الو الان داری؟ خب خوبه. ببین میگم که اصلا تو بره بابا، من چه میدونم آخه کدوم احمقی بوده؟ احمق نه تو که احمق نیستی. تو احمقی؟ تو خیلی آدم خوبی. آره ببین کالا گوش کن چی میگم. آره تو فقط به رئیس میگی. آره من نمیام، من الان معلوم نیست کی بیام. آره احمق. رادیو دایی جرزی عزیز، ای شیطون، این ها، این چیه؟ کشیده که باز میشه؟ آخ
بفرشو این همه را منو کشونی به خاطر این یه چیز برکه تمام این خونه لعنتی تون رو رفتم گشتم از اون بالا تا پایین. گوش میکنی منو؟ بهتر اون دایی جرزی عزیزتون وصیت‌نامه تخیلیش حسابی از خجالت من در اومده باشه، اگر نه اون وقت روح تمام امواتت همیشه تا ابد در عذابه. تو دوست داری به کس و کار من همیشه بد و بیرا بگیاره؟ تو دوست داری که منو علکی کشوندی آوردی اینجا؟ آره؟ بگردی مثلا من نمیدونم که یه نقشه ای با هم نگرفتی؟ نقشه؟ نقشه برای چی؟ خب منم مثل تو از دنیا بی خبر. با دیسپا زنگ زد گفت پاشو بیا اینجا. بعدش هم هنوز که اتفاقی نیفتاده. راه باز جاده دراز. میتونین تشریف ببرین. حالا خیلی زرنگی. فکرتی من نمیدونم که میخواید همه چیزو بکشید بالا. بکشید؟ یه نفرم. تو با اون پسرخاله نازنینت که اون بیرون نشسته چی فکر کردی؟ تو میای ادای این آدمایی رو در میاری که میخواد مثلا دنبال وصیت‌نامه بگرده میگرده، میگه خدای وصیت‌نامه کجاست؟ من اونم که رفته اون بیرون نشسته پشت میز اینجوری نشسته منو نگاه میکنه میپاد که من کجا میرم کجا نمیرم. تو واقعا فکر کردی این پرت و پله‌هایی که میگی چه نفعی به حال ما داره؟ نفعش اینه که دهن منو میبندی که بعد از اینکه از من جدا شدی رفتی من اصلا نتونم نه اعتراضی کنم نه هیچ چیز دیگه. و تو قشنگ بری منم بمونم واسه خودم. پیش خودتونم گفتید که بابا بتیک بابو که معروفه، میانیمش اینجا میگیم بگرد دنبال وصیت‌نامه، اونم پیدا نمیکنه، ما هم تمام میشه میره. ولی کور خوندی تمام شدم. بتیک تو کی خوب میشی؟ هیچ وقت. اون چیه؟ کوفته. با من درست صحبت کن. کوفته یک نوع غذا. آره فهمیدم دیگه. کوفته استین. من وقتی میگم که هیچ کدومتون توی خونه حالتون درست حسابی نیست میگی نه. آقا کدوم آدم احمقیه که بیاد توی این وضعیت که ما داریم دنبال وصیت‌نامه میگردیم بره باز خودش غذا درست کنه بخوره. بسته دیگه، من هرچی بهت هیچی نمیگم. خب گشنم از تو بیچی تا حالا نخوردم. گفتم بیام تو آشپزخونه به یاد روح دایی جرزی یه ذره کوفته درست کنم بخورم، بعد تو هرچی دوست داری میگی. البته اصلا برای من اهمیت نداره تو چی فکر میکنی. من هرچی دوست دارم همونجوری فکر میکنم. درست هم نیست. بخور خوب شده. اه؟ آره. نه من الان دو روزه که هیچ غذایی نخوردم. اینا نگاه کن کلی وزن کم کردم. ببینی؟ ها؟ من باید به فکر سلامتی باشم دیگه. نمیخورم. آره. ناراحت میشی اگه نخورم؟ خیلی. یه دونه میخورم.
چقدر ضعیف شده بودم. چیکار میکرد؟ کی؟ میگه کی؟ غیر از من و تو دیگه کی از اینجا؟ بادیسوا؟ بیچاره داشت غذا میخورد. یعنی ممکنه؟ من که چیزی نگفتم که. چرا تو گفتی؟ گفتی اوضاع عادی نیست. نه گفتم که کدوم احمقی خود تو این شبه میره غذا درست کنه. نه قبل این گفتم خونه لعنتیتون رو گشتم؟ نه. کوفته ها؟ نه انواتت؟ نه. خب هیچی نگفتم، بذار غذا ما بخورم. خب معلومه اون وکیل دیگه، اون هر کاری که دلش بخواد میتونه بکنه دیگه. یعنی همون جوری که میتونه قانونی رفتار کنه، همون جوری هم میتونه کلاهبرداری کنه، تمام شه بره دیگه. ولی ما که هنوز از چیزی مطمئن نشدیم. ببین من الان 100 ساله که تو اون شرکت دارم مثل یه سگ پاسوخته، از این ور میدونم، اون ور از اون ور میدونم، این ور همینجوری دارم میدونم، این ور اون ور عشان میدونم که کلاهبرداراش چجوری کار میکنن، دست اونا رو دارم رو میکنم دیگه. من از همون روز اول به نگاه پسر خالت شک داشتم. ببین بذار از اول مرور کنیم. بادیسوا به ما زنگ زد، گفت ما بیایم اینجا. ما چیکار کردیم؟ اومدیم اینجا. بعدش به ما دوتا نامه داد. تو نامه تو چی نوشته شده بود؟ من بگم؟ تو بگو. کی بگه؟ من بگم؟ تو بگو. خب نوشته بود این خانه سر تا سر خاطره حضور توست. تو نامه منم همینه. واقعا؟ آره. پس به خاطر همینه که ما مطمئن شدیم وضعیت نامه همین تو خونه است. با خاطره همونم یه جوری ربط داره. ببین من هیچ سر نخی پیدا نکردم. تو چی؟ من پیدا کردم. چی؟ زیر تخت خواب. مارک آنتونی کیه؟ اینه؟ اینه؟ تازه یه عالمه آلبوم خانوادگی قدیمی پیدا کردم. خب اینه؟ نمیدونستم بابا که یه زی بلاخره میفته به آرامش ابدی میپیونده. بعد وقتی من این سوال ازش پرسیدم که کی خودت میخوای بری، نگاه کرد تو چشمای من و همینجوری پر رو زل زد به من، گفت هفته دیگه با اولین پرواز میرم کانادا. خب نداره که. یعنی که یا وصیت‌نامه رو پیدا کرده، همه چیزو برداشته برای خودش، یا اینکه میخواد ما رو بفرسته بریم دنبال وصیت‌نامه همه چیزو به نفع خودش بگیره برداره بذار بکشه بالا. ما نباید خشونت به خرج بدیم.
خواهش میکنم. حالا اینا این پارسه رو از سر من بردار. ببین خواهش میکنم دست منو باز کن بخور. من کاری نکردم. اصلا من چیزی نمیدونم. خواهش من دارم از کلافه میشم از گرما. اینجا خیلی گرم. میگم کم کم حوصله منو سر میبره اون وقت من دیگه میگم من هیچی نمیدونم شما چرا حرف منو باور نمیکنید. من از کجا بدونم اون وصیت‌نامه لعنتی کجاست؟ چی گفتی لعنتی؟ درست صحبت کن بی تربیت. وصیت‌نامه دایی جرزی عزیز فهمیدی؟ من نمیدونم چرا اون دایی جرزی خدا بیامرز این همه ارث و میراث گذاشته واسه شما دو تا خله چهل. چی گفتی واسه شما دو تا خله چهل؟ نه 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 اون قسمت اولش چی گفتی؟ چی گفتم؟ گفتی این همه از کجا میدونی چقدره؟ مگه چی چقدره؟ ارثیه دیگه. الان خودت گفتی این همه ارثیه، مگه تو میدونی چقدره؟ من گفتم من آره آره خودت گفتم. نگاه کن داره خودشو میزنه به اون راه دیگه. ببین نگاه کن نگاه کن حالینا نگاه کن این چهره ای که میبینی همون پسرخاله خطاکار و شلوغ دوران بچگی توئه، همونی که با همین دهنش توپ میکرد رو پیرهن تو. این همونه همونه فقط همونه. خیلی خوب اینقدر شلوغش نکن، همه عالم آدم میدونن دای جرسی خدا بیامرز از این همه چه میدونم از این دار دنیا فقط همین خونه رو داره. باور کن هر چی هم که پس انداز کرده به نظر من به خاطر واسطه ببین ببین برای من دیگه از این حرفا نزن. زرنگ بازی هم اصلا در نمیاد. من خودم زرنگم تای خط فهمیدی؟ پس حساب اون همه ویلا و زمین و مزرعه و خونه و اینا چی میشه ها؟ اونا چی میشه بگو؟ ببینی که این مزخرفات چیه داری میگی؟ من چه میدونم؟ مزخرف نیست. ببین نگاه کن خوب گوش کنید ببینید چی دارم میگم. من درآمد مالیم خیلی زیاده، خیلی خیلی هم وضعم خوبه. اصلا به چشمم دنبال مال و اموال شما عتیقا هم نیست. اگه این حرفا رو میزنم فقط به خاطر تونستن این خانم آلیناس همین. آره من خودم میدونم. یکی شمون باقیه که هممون توش عکس گرفتیم. کدوم؟ باقی بابروسکی. آره بابروسکی دیگه کیه؟ بابروسکی پدر بزرگ مادری دایی جرزی و مادر ما بود. نه 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 اشتباه میگه. بابروسکی عموی ناتنی دایی جرزی بود. من نه 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 گوش کن گوش کن. استفان بابروسکی پدر بزرگ اونا بود. تو سوم دسامبر 1843 دنیا اومد. بعدش یکی از پیشرفته ترین مزرعه دارای میهن پرست لهستان شد. یه مدت هم تو دولت موقت کار میکرد. بعدش هم به دست یکی از رقیبای سیاسیش که با هم دوئل کردن تو اوج جوونی تو سال 1873 گمونم کشته شد. نه نه اون برادرش رابرت بود. سال 1863 توی قیام علیه روسیه کشته شد. بعدش هم اون یکی برادرش دستگیر شد، تبعیدش کردن روسیه. 10 سال بعدم همونجا مرد. به هر حال من بهتون گفته باشم دایی جرزی خانواده‌اش از میهن پرستای خیلی تندرو بودن. نه 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 بتیک ببین نه 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 اطلاعات من کامل تر از توه. باشه ولی من کار تحقیقی میکنم متوجهی. به هر حال گفته باشم بهتون دایی جرزی و خانواده اش خب همش از راه فروش زمین امرار معاش میکردن. اون زمیناشونو میفروختن و زندگی میکردن. بعدش هم بهتون بگم خوشبختانه متاسفانه تنها دارایش همین خونه است. نه 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 اون فرق میکرده. اون یکی از بزرگترین مزرعه دارای لهستان بود. نه 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 به نظر من این دارایش فقط همین خونه است، یه چیز دیگه نداره. چقدر شما اینا بس دیگه حوصله‌ام سر رفت. میخوام بدونم دایی جرزی مسخره بازی و فقط سر مادر آورده؟ من فقط میدونم شما دو تا یعنی همه ارث و میراثش رو بخشیده به ما؟ آخه چطور ممکنه بین اون همه خواهرزاده و برادرزاده؟ متاسفانه بله، چون دایی جرزی فکر میکنه فقط شما دو تا هستین که لیاقت ارث و میراث اونو دارین. واقعا چرا؟ هر وقت میرفتم پیشش برام از شما میگفت. قبل از اینکه بره آسایشگاه همش میگفت شما دارین کاراشو انجام میدید. تو غذاشو میبری، وتیک هم خریداشو میکنه. آره البته وتیک هنوز خیلی خوب بود، هنوز اینجوری نشده بود. ما مثل یه خانواده با هم زندگی میکردیم، همه دوره هم. بعد که مارگریت دنیا آمد یکم از هم دورتر شدیم. بعدش هم که من رفتم سر کار، سرم شلوغ شد، دایی جرزی هم رفت آسایشگاه، دیگه وقت نمیکردم به اون سر بزنم. بعدش هم که هفته یه بار یا نهایت دو هفته یه بار، ولی میدونم که وتیک اصلا نمیرفته. وتیک هر هفته میرفته، یک شنبه ها صبح. دایی جرزی بهم گفت با یه دسته گل سفید. وتیک؟ واقعا؟ آدیسفا من همیشه عاشق گل سفید بودم. دختر خاله یه چیزی ازت بپرسم، توی اون نامه چی نوشته؟
یعنی تو واقعا نمیدونی؟ من که فضول نیستم، من وکیلم، باید بدونم. آها، خب نوشته سر تا سر این خانه خاطره حضور توست. سر تا سر این خانه خاطره حضور توست؟ این تو رو یاد چیز نمیندازه؟ نه نه نه. چی میگفتی بهش؟ اون از هیچی خبر نداره. وتیک آزادش کن. آزادش کن. ببینم تو چرا میخوای همش این ماجرا رو پلیسی جلوه بدی. گوش کن چی میگم. اول که اینجا فقط من دستور میدم، دومی که فقط من حرف میزنم، سومی که فقط من اینجا تصمیم میگیرم. خب حالا برو کنار. ببین من همه این خونه رو گشتم، انباری، آشپزخونه، کمودا، کشوها، همه اتاقا رو گشتم ولی نبود. کجاست؟ من چه میدونم کجاست؟ هی از من من اصلا خبر. حالا که اینجوری شد تا زمانی که دستمو باز نکنید هیچی نمیگم، کمکتونم نمیکنم. خب بیا فکر کنیم ببینیم دایی جرزی از چه چیزی توی خونه خوشش می اومده. همون اون همومو خیلی دوست داشت. 4-5 ساعت می رفت هموم. 4-5 ساعت هموم چی کار میکرد؟ هیچی، آواز میخون، کتاب مجله اینا به خودش می برد. نه اصلا جایی مناسبی برای وصیت‌نامه نیست. چرا؟ چون خیس میشه دیگه. آها. آره. ولی من تو اتاق خوابش هم گشتم، هیچی نبود، حتی تو صندوقچه قدیمیش. ببینم توی کتابخونه چیز نبود؟ نه. تو راهرو؟ نه نه. تو آشپزخونه؟ نه نه. توی قفسه ها؟ نه نه نه. نه 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 نه. آها، توی حرفاش، تو حرفاش چیزی نگفت که مثلا به شک کنی؟ نه، گمون نمی‌کنم. گمون نمی‌کنم. آها، فهمیدم. دایی جرزی خیلی راجع به شما دوتا صحبت کرد و اینکه این خونه جزو آثار ملیه. خب اینو که گفتی. خیلی خوب، تازه اینم میگفت، میگفت خیلی دوست دارم مارگاریتا رو ببینم. اینم که گفتی. خب یه چیز دیگه هم گفت، گفتش که دوست دارم شما همیشه با هم دیگه باشین، از هم جدا نشین. اینو خودش گفت؟ آره. از کجا فهمیده بود؟ نمیدونم. تو گفتی؟ تو گفتی؟ نه من نگفتم. کی گفته؟ من گفتم؟ تو گفتی؟ تو گفتی. من دیگه تو گفتی دیگه. ببین من میگم تو اینقدر حرف میزنی که یادت نمیمونه به کی چی گفتی. به اون پیرمرد بدبخت گفتی، اونم ناراحت شده دیگه. نه من همیشه هوای اون پیرمرد بدبخت رو داشتم. خیلی خوبه، من بحث نکنم، اون که بچه نبوده. هر آدم ابلهی از رفتار شما میفهمه که شما دارید از هم دیگه جدا میشید. واقعا؟ بله. ولی من هیچ وقت اینطور فکر نمیکردم به تیک. ای اون صفحه اونجا رو میز. دایی جرزی به من گفت هر وقت شما دارید میان اینجا قبلش براتون موسیقی پخش کنم. آره اون موسیقی رو خیلی دوست داشت. یادته همیشه تو هر مراسم انتخاب موسیقی با اون بود. آره یادته چقدر دریاچه غور رو برای ما پخش میکرد، خیلی دوست داشتنی بود. آره ببینم تو وقتی که اومدی اینجا یاد میاد چه موسیقی داشت پخش میشد؟ یکی از همون موسیقی های مزخرف رومانتیک. نه اون آه فهمیدم، موسیقی وصیت‌نامه. من مطمئنم یه رابطه بین موسیقی و وصیت‌نامه هست. وای باخ. به عنوان وکیل من باید اینو بخونم. ولی اون دایی جرزی من بود. حالینای دوست داشتنی و وتیک عزیزم، میدونم برای پیدا کردن این وصیت‌نامه تلاش زیادی کردین. من هر دوی شما رو خیلی دوست داشتم و البته مارگریت کوچولو رو. اون یه فرشته است. حتما تا به حال وادیسا بهتون گفته که از من چیزی به غیر از این خونه قدیمی و پوسیده باقی نمونده.
اما میدونم که پر از خاطر است، هم برای تو حالینه عزیزم و هم برای وتیک که همیشه آرزوی بازسازی این خونه رو داشته. دولت برای این کار بهتون وام میده، زیاد نیست، اما شماها میتونین درست از اون استفاده کنین. شاید مارگریت هم توی همین خونه بزرگ بشه. یادتون نره که اینجا تنها یادگار اجدادی منه، هرچند که ممکنه همه اینا آرزوهای برباد رفته ای من باشه. نمیخوام شرطی براتون بذارم، اگه نتونستیم با هم زندگی کنین، پول این خونه رو به طور مساوی بین همدیگه تقسیم کنید. وادیسوا میتونه براتون بفروشتش. اما اگه نظرتون عوض شد، سند رو به اسم شما انتقال میده تا بازسازی رو شروع کنیم. یادتون نره که آرزوی بزرگ من خوشحالی همیشگی شماست. داری جرزی. خب من فکر میکنم شماها یه هفته فرصت دارید به این موضوع خوب فکر کنید. وقتی که فکر کردید به نتیجه رسیدید، نظرتون رو به هم بگین. دیگه فکر کردن لازم نداره، این خونه رو میفروشیم دیگه. باز تو سر خود تصمیم گرفتی؟ حالا خب اون بیچاره دایه من بود. مگه من گفتم دایه یکیه؟ دایه توی دیگه. من گفتم فقط این خونه رو بفروشیم، ما از هم جدا شدیم، پولشو بین هر دومون تقسیم کنیم، تو پولتو برداری بری دیگه. یعنی شما نمیخواید یه دستی به سر روی این خونه بکشید؟ کاری دستی بکشیم؟ پس خرج خانوما کی تامین میکنه؟ خرج و مخارج اگه همه اینو بفروشیم، پول همشو بدیم به خانوم، اینقدر خرج و مخارج سنگین ایشون رو میتونه تامین کنه، درسته؟ تو داری به من کنایه میزنی بتی؟ من دارم به تو کنایه میزنم؟ نه، من دارم رک و پوسکنده با تو حرف میزنم. اصلا تو رو به چه به این خونه زوار در رفته کهنه فرسوده؟ تو باید بری توی قصر بزرگ تمیز با هزار جور دم و دستگاه و کلفت و نوکر رو اینا زندگی کنی. ببین اینکه من چه جوری زندگی میکنم و چه جور دوست دارم زندگی کنم به خودم مربوطه. اگه تو عرضه‌شو داری مثل من باش. نه نه نه، من اصلا عرضه ندارم، من آدم بی عرضه‌ام. آره تو اصلا هیچ وقت نفهمیدی من چی میگم. خب معلومه، برای اینکه من اصلا نفهمم، اصلا وتیک نفهمه معروفه، میدونی؟ بذار بهش بگم دیگه، تو چی میفهمی عوضش؟ ها با تو اصلا تو هیچی نمیفهمی. تو فقط خرید کردن و لباسهای زرق و برقدار و آخرین مدل جواهرات و خونه و ماشینای مدل برای آره دیگه، اینا رو میفهمی. من چی؟ منم در عوض یک احمق تمام عیار همیشه دست به سینه هستم، مثل یه نوکر برای تو، هر چی خواستی. تازه اون چی؟ کوچولو مارگاریت. کوچولو مارگاریت هم همین جوریه، مثل توئه، به مادرش رفته. عوضی که به من بره مثل تو باشه، همش عرضه باشه. معلومه باید مثل من باشه. خب تمامش کنی، تو حرف نزن. چی میگفتیم؟ داشتیم راجع به مارگاریت کوچولو. آها، مارگاریت کوچولو. مارگاریت کوچولو هم مثل توئه، اصلا شده به من بره. ببین هر وقت اومده منو دیده، اومده من گفته که اینو بخره. یه بار نمیده بگه مثلا بابا سلام چطوری؟ اصلا بد اخلاقه، بد اونقی هستی. به من میگه وادیس فان نگاه به من میگه بد اخلاقه. من میگه ابو اصلا با این عینک و قیافه میخوره ابوس بشه. بعد هیچ وقت جواب سلام من نمیده، زورش میاد جواب سلام منو بده. آره تو اینجوری، تو بد اخلاق بد دهنی، همیشه منو خرد کردی، تاخیر کردی، جلوی دیگران همیشه من تحقیر میکنه. وادیسوا هیچ وقت نشده بود با من اینجوری حرف بزنی ها. حالا باهات اینجوری حرف میزنم. خیلی خوب، بعد اینجوری حرف بزن. هیچ وقت نگفتی که درباره من اینجوری فکر میکنی. اگه من این چیزا رو میگم، اگه من دوست دارم وسایل خونه، لوازم خونه داشته باشم، فقط به خاطر اینه که بهت ثابت کنم که چیزهای دیگه غیر از پول هم برای من ارزش داره. برای من مثل این روانشناسای تو ماشین. نه نه نه، توی تلویزیون. پس تلویزیون حرف نزن. نه من هر جور که دلم بخواد حرف میزنم. آقا هر جور دوست داری با من حرف بزن، منم همونجوری میشتم که تو چی میگی. اصلا دیگه حرفی نداری، اینقدر به من نزن. اه. خب حالا میخواین چیکار کنیم؟ میفروشیمش دیگه. نه نمیفروشیم. آقا میفروشیمش. نه ما اینو میفروشیم. نه نمیفروشیم. میفروشیم آقا جان، میفروشیم. مگه تو همیشه آرزوتی نبوده که از اون شرکت لعنتی بیای بیرون، کاری که دوست داری انجام بدی؟ مگه تو همیشه همینو میگو وادیسوا؟ نگاه کن ببین کی داره به من این حرفو میزنه. این داره به من این حرفو میزنه. من آرزوم این بوده، من اگه رفتم تو اونجا کار کردم فقط به خاطر این بوده که برم یه چیزی در بیارم، پول بیارم به شما بدم که شما زندگیتون بگذره. من مثلا این اونجا رفتم کار کردم.
همچی یه جوری میگی که انگار درباره همه کارات با من مشورت کردید. هیچ وقت درباره کارش با من مشورت نکرده. نه اینکه مثلا تو هیچ وقت شده بیای به من نگاه کنی تو چشمای من بگی وتیک بیا من میخوام با تو صحبت کنم. تنها حرفی که همیشه اومده به من زده وادیسلا فقط پول 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 همین. وادیسلا این همیشه به من توهین کرده. همیشه. من باور کنم همیشه دوست داشتم. آرزوم این بوده که از اون شهر لعنتی بیایم بیرون. سه نفری من و وتیک و مارگریت یه جایی همین جاها تو آرامش زندگی کنیم. من همیشه آرزو داشتم وتیک تو بیای خونه. اسباب اساسیت بود عکسا، طرحات، نقشاتو بریزی دورت. اون کاری که دوست داری انجام بدی. وتیک بله بار کنار. میدونی زنا موجودات خیلی عجیبی هستن. نه به اندازه ما. بتیک حالینا زن خوبیه. آره خودم میدونم. تو چی؟ کی میخوای جدا بشی؟ کی؟ خودتو به اون راه نزن. من قشنگ میدونم که چی دارم میگم. من خیلی تیزم. مثلا وتیک تیزه معروفه. ببین اونجوری که تو فکر میکنی اصلا اونجوری نیست. من اصلا هیچ جوری فکر نمیکنم. خیلی زود داری میری یا؟ دیگه باید برم. من اینجا کاری ندارم. ممکنه بچه ها توی خونه برام پیغام گذاشته باشن. کی میخوای بری؟ نمیدونم شاید هفته دیگه با اولین پرواز برم. مراقب خودت باش. به این هواپیماهای اروپا اصلا اعتمادی نیست. بازم هفته گذشته یه پرواز سقوط کرد، منفجر شد، هیچ کسی توش زنده نمون. باشه شاید اصلا نرفتم. حالی نه تو واقعا از من متنفری؟ من؟ نه. نه؟ خیلی خوب. خداحافظ بتیک. خداحافظ. خداحافظ. الو 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 تویی؟ آره دیگه منم دیگه. پس کیه؟ ببین برو به رئیس بگو که من دیگه از فردا، یعنی نه شاید فردا رو دیگه نیام سر کار. آره پس چی؟ معلومه که حالم خوبه. آره خودمم. ببین بهش بگو من شاید فردا نیام. میگم نمیام نمیام نیام. اه مثلا شاید دیگه هیچ وقت نیامدم. میخوای بری؟ میخوای من برسونمت؟ ماشین داری؟ نه میخوای من شب بیام دنبالت بریم بیرون؟ شام؟ خب مگه زود نباید بخوابی اول صبح بری شرکت؟ نه
چرا مرخصی گرفتی؟ با رئیس دعوت شد؟ شرکت ورشکسته شد؟ حقوقتو ندادن؟ بالاخره انداختنت بیرون؟ خب پس چی؟ میخوام برآورد بازسازی این خونه رو انجام بدم. خب شرکت؟ والا بیام؟ کجا؟ شام دیگه، بریم بیرون با هم. حالا الان چی؟ الان برسونمت؟ ماشین داری؟ اوه